عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. با تحلیل سوالات درس زبان رشته هنر کنکور 1400 در خدمتتون هستیم. میدونید که بچه‌ها این تحلیل‌ها شدیداً میتونه براتون مهم باشه و در کنکور 1401 هم عین همین سوال‌ها دوباره تکرار بشه. طبق روال سوالات 76 ببر سوالات گرامر هست تا سوال شماره 79 بریم بررسی بکنیم ببینیم داستان این چیه. دوستان، His plan was to buy pieces of chocolate جای خالی them to his classmates for 2 cents a piece. شاید جملش برای بچه‌هایی که سطح زبانشون خیلی خوب نباشه یه ذره پیچیده باشه. میرم توی گزینه‌ها ببینم چیه داستان، اصلا کدوم موضوع گرامری داره مطرح میشه. بچه‌ها میگه who resold and resell bought resold by reselling. خب ببین با ربط دهنده ها داره بازی میکنه. از طرفی برداشته این ور هو نوشته دوباره برا. چیزی که کاملا مشخص هست بچه ها وقتی که اینجا داره میگه که by pieces of chocolate، خب من بعد از این هو نمیتونم بیارم که هو وقتایی استفاده میشه که تو یک اسم انسان داشته باشی و بخوای این اسم انسان رو وصفش بکنی. همین تیکه بعدی رو ببین، and resell but resold. یه داستان دوباره الان بین اینام هست بچه ها. درباره اند و با چیزی که ما میدونیم و خیلی پرتکرار هست همیشه توی متن‌ها این قضیه است که ربط دهنده های همپای ساز اند، اور و بات، مخصوصا این سه تا باید سمت چپ و راستشون یعنی قبلشون و بعدشون تقریبا مثل هم باشه. آقا یعنی چی مثل هم باشه؟ یعنی اگر اینور من دارم اند یا بات استفاده میکنم و اولین فعلی که اینور دارم میبینم یک فعل ساده، حالا به تو هم که شما کار نداشته باشید میبینم، پس اونورش هم یعنی بعد اند هم باید همین فعل ساده ذکر شده باشه. پس resold نمیتونم بگم. از طرفی بای ریسلینگ بچه ها شاید یه ذره گول زننده باشه برامون، ولی دوتا نکته خیلی جالب میخوام بهت بگم. نکته اول، تست های کنکور سراسری خارج از نکاتی که توی این پکیج ها من به شما گفتم مطرح نخواهد شد، که خود این میتونه خیلی راحت به تو این اطمینان رو بده که تو 4 رو حذف کنی. و نکته بعدی این که من آقا اگر بخوام ترجمهش بکنم میگه نقشش این بود که با خریدن pieces of chocolate یعنی در واقع حالا مقداری شکلات و اینا و دوباره فروختن اونها to his class به هم کلاسیاش به قیمت اینقدر، یعنی در واقع باز هر تیکه رو اینقدر قیمت بفروشه. من اگر بخوام بای ریسلینگ رو اینجا انتخاب بکنم اینطوری میشه، نقشش بود که بخره pieces of chocolate بای ریسلینگ با دوباره فروختنشون در واقع حالا به همکلاسیاش برای 2 سنت. یعنی چی بخره با دوباره فروختنشون؟ کی اینا رو فروخته که بخواد دوباره بفروشه؟ کی خریده اصلا؟ پس ببین بچه ها، اصلا از لحاظ مفهومی خیلی اشتباه میشه، ولی من فکر میکنم اون مدل اولی که به شما گفتم راحت تر باشه براتون. یعنی وقتی که شما میدونید که نکته یا من توی پکیج نگفتم و اصلا جز مباحث گرامری ما نیست، یعنی جواب تست کنکور نمیتونه بشه و به راحتی میتونی حذفش بکنی. بچه ها تست بعدیمون تست تای کوشن هست. خب میتونه تست بسیار راحتی باشه و به این تست شما میتونستید عالی جواب بدید. نکته اولی که داره ذهن منو درگیر میکنه اینه که میگه لیزا وود نیور. من هر وقت نیور ببینم میدونم که الان توی تگم باید مثبت بنویسم دوباره. چرا؟ چون خود نیور داره اینو منفیش میکنه، پس تگ من به هر حال باید مثبت باشه، یعنی نمیتونه منفی باشه. اینو حذف کنم، اینو حذف کنم. از طرفی فعل شما مگه وود نیست، چرا باید حد انتخاب بکنم من؟ پس میشه گزینه 2. تست شماره 78 رو ببین. تست شماره 78، As soon as the teacher turned her back to write a question on the board, the children جای خالی talking with one another at the same very moment. بچه ها تست بسیار قشنگ، بسیار قشنگ در رابطه با مبحث زمانها و بسیار گول زننده که تعدادی از همکاران هم متاسفانه در پاسخگویی به این تست دچار اشتباه شده بودند. اما نکتهش رو من به شما میگم الان. دقت کنید، نکته درباره از سون از هست. بچه همیشه اون جایی که توی تست ها به شما میگن شما فعل انتخاب بکنید، مطمئنن نشونه هم به شما میدن.
چون اگر نشونه ندن اون تست استانداردی نخواهد شد و قطعا مخصوصا درباره زمان‌ها شما هر گزینه‌ای شاید بتونید براش انتخاب بکنید، مخصوصا مثلا در فازهای گذشته شاید خیلی جاها بشه هم از گذشته ساده استفاده کرد، مثلا هم از گذشته کامل استفاده کرد، هم بشه از یک زمان گذشته استمراری استفاده کرد، هم از یک زمان گذشته ساده استفاده کرد. ولی نکته‌ای که وجود داره درباره اینها، همیشه نشونه‌ها هستند که به من میگن من الان از اون زمانه نمیتونم استفاده بکنم بنا به این دلیل. یکیشون همین نشونه از سون از است. بچا درباره از سون از ما اینطوری میایم تعریف میکنیم، میگیم هر وقت میگیم از سون از، چون معنیش میشه به محض این که. خب بچا ما خودت الان در نظر بگیر دیگه، تو داری میگی به محض این که فلان، به محض این که ایکس، من فکر میکنم که این زمان من یه زمان ایکسه، بعد مثلا ویرگول زمان ایگرک. به نظر شما آیا الان X و Y دوتاشون توی یک تایم نباید اتفاق افتاده باشند؟ به محض این که اینطوری شد اونطوری شد. خب الان این دوتا فعل از لحاظ زمانی شکلشون چی میشه؟ وقتی تو داری میگی به محض این که، بس جمله بعدی هم دقیقاً باید در همون پوینت و در همون نقطه و در همون زمان باشه. بس میتونم اینطوری بگم، اگر داره میگه از سون از به محض این که معلم برگشت که چیزی روی تخته، یک سوال روی تخته بنویسه، ویرگول، الان ایگرگ یا وای هم که تو باید اینجا بذاری باید دقیقاً مثل همین ایکسه باشه. بچه ها شروع کردن به صحبت کردن. بچه ها این گزینه یه سه خیلی گول زننده بود برای حالا اینکه گفتم خیلی این تست رو اشتباه زدند، به این دلیل که فکر میکنن آقا چرا ما نگیم بچه ها داشتن شروع میکردن. بچه ها دو تا نکته. نکته اول، فعل start از اون افعالی هست که خب معمولا استمراری اصلا مطرح نمیشه، بشه هم حالا در شرایط خیلی خاصی که ما به عنوان مثال مثلا میخواییم بگیم آقا در اون سالها یا حالا طی اون مدت ما داشتیم یک پروژه جدید رو استارت میزدیم، یعنی من میتونم زمان گذشته استمراری رو ببرم حالا در حال شروع یه کاری بودم. ولی اینجایی که خودش داره میگه ببین به محض این که معلم برگشت، خب بچه ها در همون دسته شروع کردن حرف زدن دیگه، مگه این خیلی طول کشید که معلم برگشت بچه ها داشتن شروع میکردن که حرف بزنن؟ خب این خودش یک بازه زمانی احتیاج داره که اصلا بازه زمانی من نمیتونم اینجا به کار ببرم که. پس میشه گزینه یک، یعنی همون زمان گذشته ساده رو برش انتخاب میکنم. تست شماره 79 که در واقع باز هم تست گرامر هست، ولی خب مطلب بسیار راحتی است که قبلا هم به شما اینو گفتم، توی درسنامه ها بهتون گفتم، در بقیه کنکورام که بررسی کرده بودیم اتفاقا اشاره کردیم بهش. You could tell، بچه ها could tell خودش الان یک زمان گذشته ساده در نظر گرفته میشه. خب از طرفی اینجا that دارم و ما اینطوری تعریف میکنیم، میگیم هر وقت قبل از این that یک زمان گذشته ساده داشته باشیم در ساختارهای نقل قول طوری، یعنی فلانی تو میتونستی بگی با نگاه کردن به صورتش که چی که چی که یه چیزی اتفاق افتاده بود دیگه، نه اینجا میخوام بگم اتفاق افتاده بود، یعنی میره تو زمان گذشته دور یا همون ماضی بعید. و گزینه 4 رو برش انتخاب میکنم. پس میتونم بگم که اگر این یک زمان گذشته ساده باشه و بعد دت داشته باشم، بعد از دت زمان گذشته کامل به کار میره، مخصوصا اون جاهایی که شما دارید نقل قول حرف میزنید، یعنی فلانی گفت که فلان، فلانی فهمید که فلان، فلانی گفت. الان خود گفت تو زمان گذشته است، گفت، پس میخواد درباره یه چیزی صحبت بکنه همون جایی که تو داری میگی گفت، که احتمالاً یه تایم عقبتر اتفاق افتاده ازش، همون داستانی که گفته بودیم دیگه در رابطه با ماضی بعید. پس اینم had past participle میشه. تست بعدی که تست وکب ما هست، the things you should do in my absence are not in any جای خالی of importance. میگه چیزهایی که تو بهتر انجام بدی در غیاب من نیستند in any جای، در چیه؟ در چیه اهمیت؟ در رنج اهمیت، فکت اهمیت، قانون اهمیت و اوردر، ترتیب اهمیت. ادامه شو ببینی. So you can begin with any
one of them that you want to. میتونی با هر کدومشون دوست داشته باشی شروع بکنی. ترتیبش مهم نیست. با هر کدوم دوست داشته باشی میتونی شروع بکنی. ترتیبش مهم نیست. Order. آره. اون ترتیب نظمش مهم نیست. اوکی. یعنی رنگ با آبی یا قرمز؟ خیلی خوب. ما پاز بودیم؟ خیلی خوب. Of course you found فلان. بچه ها بعدی رو ببینید. البته تو پیدا کردی حالا $10 on the street توی خیابون and جای خالی. Spent it easy come easy go. میگه چیزی تو خیابون پیدا کردی و فوراً هم اونو خرج کردی. باد آورده را باد میبرد. Easy come easy go. از ضرب المثل های درس سوم دوازدهم هست که بچه ها تقریبا اگر مثلا تو الان از من بپرسی آقا میشه یه تست به من بگی که قطعی توی کنکور میاد، میگم آقا برو ضرب المثل های درس سوم دوازدهم اونا رو حتما بخون، همون جدوله و صفحه بعدش. یکی دو تا ضرب المثل هم تو کتاب کارتون هست که البته همه اینا رو تو کتاب زبان جامعه خودمون نوشتیم، تو جزوه ای هم که توی کپسول بهتون داده بودم گذاشته بودم لیست ضرب المثل ها رو، همینا رو بلد باشید دیگه. بعد معنیاشون هم اتفاقا میتونه خیلی مهم باشه. ببین اینجایی که میگه که مثلا تو یه پولی رو پیدا میکنی بعد زود خرجش میکنی، اینو دقیقا توی مینینگش هم نوشته بود. یعنی تو اگر همون مینینگ ضرب المثل رو یک بار هم خونده بودی دیده بودی میگی آها باد آورده رو باد میبرد، پس در واقع یه چیزیه که من فورا اینو صرف کردم. جولیا آلویز سیز شیل جای خالی در سکول. بله همیشه میگه که او چیکار خواهد کرد حالا مدرسه رو. And she never does. و هیچ وقت هم انجام نمیده. خب میگه که شیل معمولا دونیت میکنن به مدرسه، یعنی میبخشن چیزی رو اهدا میکنن. So I doubt she will this year. من شک دارم که امسال هم بخواد این کار رو انجام بده. Actions speak louder than words after all. بچه ها ببینید سوال بعدی هم دوباره ضرب المثله، یعنی دو تا تست پشت همه کنکور هنرتون 81 و 82 در بخش واژگان انگاری که جفتش در قالب ضرب المثل ها داره مطرح میشه. Actions speak louder than words. به عمل کار برایت به سخنرانی نیست after all. به هر حال بس دونیت میشه اهدا کردن. او همیشه میگه که یه چیزی اهدا میکنه به مدرسه ولی این کار انجام نمیده، امسال هم بعید میدونم انجام بده. Modern جای خالی are often lined with layers of absorbent material and sheets of plastic to prevent pollutants from being into the soil and water. خب liquids, landfills, fossil fuels, air conditioners. بچه ها liquid میشه مایعات، landfill اون محل های دفن زباله رو در واقع میگن، فاسیل فیول سوخت های فسیلی و ایر کاندیشنر کم که میشه ایر کاندیشنر یا تهویه هوا. مادرن جای خالی خیلی خوب چیکار میکنن؟ With layers of absorbent material، یعنی جذب کننده، ورق های جذب کننده و امثال اینها که جلوگیری بکنند از ورود مواد آلاینده به داخل خاک و آب و امثال اینها. پس منظورش همین محل های دفن زباله مدرن جدید، مدل جدیدا، این مدلیه که خودشون در واقع یه سری آلاینده ها رو جذب میکنن و در واقع اجازه نمیدن که اونها به خاک و یا آب منتقل بشن. بچه ها تست بعدی رو ببینید. خب The man who جای خالی دیس کمپانی. خب این تست بسیار راحتی بود که با همین تیکه اول میشد زد. مردی که چیکار کرد شرکتو کمپایل کرد شرکتو. کمپایل بچه ها یعنی تألیف کردن، شرکتو تألیف نمیکنن که، جمع آوری نمیکنن که شرکتو. caused سبب شدن، found تأسیس کردن، بله گزینه سه میشه مردی که شرکت رو تأسیس کرد. 85 رو ببین. Jane and I talk about lots of things but just can't remember what we were discussing. اوکی اینم سیه. On that جای خالی time میگه که من و جین talk about lots of things، درباره یه چیزهای خیلی زیادی صحبت میکنیم. But just can't remember، ولی من فقط به یاد نمیارم what we were discussing، یادم نمیاد که اون موقع اون لحظه‌ای که تو داری میگی ما درباره چی داشتیم صحبت میکردیم. بچه وقتی داره میگه اون لحظه فلان، منظورش اون لحظه خاصی که مد نظر تو هست میشه که on that particular time، یعنی تون تایم خاصی که منظور تو هست یادم نیست که درباره چی داشتیم صحبت میکردیم. میتونه جمله بسیار خوب و قشنگی باشه که حالا شاید خیلیاتون نمیتونستید بهش پاسخ بدید. آقا چیکار باید میکردیم؟ بچه ها شما باید دقت بکنید. یکی این که
تمام اینها خب فرش میشه، تازه، کانفیوزد میشه، گیج، پارتیکولر میشه، خاص و دیستینگویش میشه برجسته و معروف و امثال اینها. اینکه چهار تا گزینه این الان صفته خب، و میدونید که اصلا کلا توی تست های وکب ما بارها این حرفو زدیم دیگه، حالا واسه همین من دوباره تکرارش نکردم. اینکه تست های وکب اگر این جای خالی نیاز به صفت داره، همه گزینه ها صفتن. اینجا شما اگر نیاز به فعل دارید، ببین همه گزینه ها فعلن. اینجا شما اگر نیاز به اسم دارید، همه گزینه ها اسمن. خب پس توی تست های وکب شما به این قضیه دقت بکنید، ببینید اصلا فعل اونجا جای خالیه، یعنی در واقع اون جای خالی مربوط به یک کلمه فعل میشه که بهتر بتونی ترجمهش بکنی، مربوط به اسم میشه یا مربوط به صفت میشه. چون به هر حال اگر اون جای خالی تست وکب اسم باشه، همه گزینه ها اسمن. اگه فعل باشه، همه گزینه ها فعلن. و اگر صفت باشه، همه گزینه ها صفتن. خب بس به همین خاطر من اینجا دقت میکنم، میگم تایم چی؟ خب بچه ها تایم تازه نداریم که، تایم گیج نداریم که، تایم معروف داریم آخه، ولی تایم خاص داریم. آره پتیکولر تایم، لحظه خاص داریم. تست شماره 86 باز دوباره ببینید، این هم باز تستی بود که به نظر من میشد همینطوری چشمی همین تست رو زد، البته اگر معنی استف رو میدونستید که بعد از جای خالی است. ولی دقت بکنیم، The project has been a great success، یعنی یک موفقیت بزرگ بوده است. Thanks to، بچه ها thanks to یعنی به لطف، با تشکر از، به لطف آر جای خالی استف. بچه ها من فکر کنم شما تا همین جا هم که بیاید، خب به لطف استف چیه من، یعنی گروه اسمی برعکس ترجمه میشه دیگه. پس قطعا این کاری که این پروژه‌ای که خیلی موفقیت آمیز بوده، بچه ها استفاده بکنید از اینجور مفاهیم، موفقیت آمیز بوده به لطف احتمالا استف متعهدمون بوده دیگه، dedicated staff. حالا معنی استف ایشه کار کنن، ولی خب چون جزء لغاتی است که تقریبا خارج از کتاب هست، شاید سخت میشد. I'd like to thank you for all the hard work and you have put into it، یعنی در واقع من میخوام از تو تشکر بکنم بابت همه اون کاری که انجام دادی و همه تلاشی که در واقع گذاشتی توی این کار. پس ما متوجه میشیم بچه‌ها وقتی که یک پروژه موفق بوده، پس در واقع اینا اعضایش dedicated بودن. If you want to make friends، اگه میخوای دوست پیدا کنی، you can't جای خالی to yourself. این هم همون اصطلاحی هست که هر سال تست کنکور هست، هی داره میاد. Keep to yourself یعنی چی؟ Keep to oneself یعنی یه فردی که سرش تو کار خودش باشه همش. آره یه فردی سرش تو کار خودش باشه، منزوی باشه، در واقع گوشه‌گیر باشه، خیلی با کسی ارتباطی نداشته باشه. بچه‌ها بهش میگن keep to yourself، میگه تو نمیتونی دوست پیدا بکنی. You can't keep to yourself، اگر میخوای دوست پیدا بکنی نباید تو خودت باشی، نباید منزوی باشی. بچه ها بریم بخش کراس تست رو شروع بکنیم. خب توی کراس تست ها میدونیم که مستقیما میریم سراغ جای خالی. هر متنی که داشته باشم جای خالی اول میگه که number of men and women of three age groups who جای خالی heart attacks in Europe. بچه ها میگه که گروه های از مردها و خانم ها که در واقع توی سه تا گروه بودن که جای خالی heart attacks in Europe. Burst into heart attack، make up heart attacks، identify with heart attacks، suffer from، رنج میبرند از heart attack. مال درس دوم دوازدهم تا ها، suffer from. It is clear that as people جای خالی older، هر چقدر که مردم جای خالی older، خب چی بگم بچه، خیلی سوال راحتی هست دیگه، هر چقدر مردم بزرگتر میشن grow older. تست شماره 90 میگه که heart attacks often happen جای خالی men and men rather than women. خب حرف اضافه داده، حرف اضافه یه happen to، happen to دیگه، این هم یه حرف اضافه مونه، پس میشه گزینه یک. بعدیشو ببین، دوتا جای خالی آخر. خیلی خوب، بسیار زیبا. At the age of 29 to 44، 1023 در واقع female patients have heart attacks، بله heart attack داشتن. جای خالی the fear
for women is only 3000. خب بچه‌ها من اگر این دو تا تیکر رو الان در نظر بگیرم، یعنی اینجایی که داره میگه که در سن 29 تا 44 سال 123000 تا هارت اتک جای خالی، نقشه داره اینطوری نشون میده. بیا اینجا یه دقیقه ببین، توی کلوز تست الان دیدی سه تاش مسخره بازی بود، ببخشید اینطوری میگم، سه تاش مسخره بازی بود، یعنی در واقع شما خیلی راحت حرف اضافه happen to، happen to، حتی خیلیاتون همیشه استفاده میکنید ازش، what happened to you، مگه نمیگی چه اتفاقی واسط افتاده؟ بس اون یه حرف اضافه معمولی بود. اونجایی که داره میگه بر جای خالی هارت اتک، مردها و زنها جای خالی هارت اتک، خب رنج میبرن، اما شما باید معنی سافر فرام رو بلد بودید. خب و اون جای خالی بعدی هم که grow older بود، هر چقدر مردم grow older یعنی مسن‌تر میشن، بزرگتر میشوند، و من فکر میکنم که خود لفظ grow older در متن‌های بسیار زیادی تو خوندی دیدی، یعنی بچه شما اگر معمولی هم تست کنکور زده بودید، هر تست دیگه ای زده بودید، هر متنی خونده بودید، دوباره حتی از کنار واژگانی هم که من به شما داده بودم رد شده بودید، گرامرهایی که حتی ما گفتیم و یکی دوبار خونده بودید، خیلی راحت میدونستید بگید grow older. هممون میدونیم دیگه، واقعا بحث راحتیه grow older. اما توی رب دهنده سوال 91 که داره as, while, no matter و whether or not رو استفاده میکنه، البته من یه خورده یه ریز میتونم به طراح هنر بگیرم تو کنکور 1400. خب مسلماً اون whether or not خب توی کتاب هاشون بیان نشده اصلا به ذکری که به عنوان رب دهنده ها باشن، یا وایل و از بیان شده اومده، نو مدر مثلا اومده، ولی وایلی که بچه ها اونجا یاد میگیرن اصلا وایلی که در واقع برای مغایرت باشه نیست. تقریبا میتونم بگم این تست بچه ها مربوط میشه بیشتر به کنکور نظام قدیم، اما فقط یه ذره میشه خورده گرفت طراح کنکور که آقا چرا اینو مطرح کردی، چون بچه ها میتونه واقعا برای نظام جدید هم باشه. چرا آقا؟ چون توی درس اول 12 رب دهنده هایی برای شما نوشته و بات رو اونجا ذکر کرده براتون و بهتون گفته که این بات برای حالا در واقع مغایرت و تضاد بین دو تا جمله است و میگه که شما بر اون اساس باید حواستون باشه، و ما جای دیگه ربط اند ایوار رو توی متنها بیان کردیم که معنی همین تضاد رو داره میده، پس شما باید میدونستید که وایل میتونه دو تا معنی داشته باشه. الان یکی از نکاتی که همه شما دارید بهش فکر میکنید اینه که آقا وایل رو فقط داری زمانی که هنگامی که ترجمه میکنی، از رو مثلا داری میگی اوکی هنگامی که چون که زمانی که نو مدر یعنی فرقی نمیکنه، مهم نیست اصلا، whether or not هم که میشه خواه خواه، یعنی خواه این خواه اون، چه این چه اون. ولی بحثی که هست بچه هم یه 123000 تا فیمیل پیشنت هست اونجا، آره که هارت اتک، the figure for women is only 3000 تا، میگه که این 3000 تا داره نشون میده. حس نمی کنی توی این جای خالی الان میخوایی بگی ولی؟ ببین میگه در سن 29 تا 44 سال 123000 تا فیمیل پیشنت have heart attacks، ولی the figure for women is only 3000. در واقع اون چیزی که واسه خانم‌ها نشون داده فقط 3000 تاست. بس ببین اون میگه 123000 تا، ولی این میگه 3000 تا، تو احتیاج به ولی داری؟ بعد نکته‌ای که میخوام به تو بگم بین این رب دهنده‌هایی که اینجا داری میبینی، یعنی بین as, while, no matter و whether or not، از معانی بسیار مختلفی داره، مثل چون که، مثل هنگامی که، مثل به عنوان، مثل همان طور که نوشتم براتون. وایل یعنی هنگامی که، زمانی که، بله اینو خیلیامون میدونیم، درس سوم دهم هم مثلا روی قضیه خیلی ما مانوف دادیم. ولی یه معنیش میشه اما، یه معنیش میشه در حالی که، یعنی دقیقا میتونه مساوی با بات باشه. نومدرم که اصلا مهم نیست، و بدر و نات هم که معنیش میشد خواه خواه چه چه، نومدرم معنیش میشه اصلا مهم نیست، اوکی؟ نومدر فرقی نمیکنه، مهم نیست. پس من اینجا بر اساس این که میگم به اما نیاز دارم، به یه چیزی معادر در حالی که نیاز دارم، میگم وایل این معانی رو داره میده به من، اوکی؟ بله. Heart attack, thousand difference و years. اینم سوال خیلی قشنگی است که مطرح کرده تر را. آقا از چه لحاظ میگی قشنگه؟
از این لحاظ که شما ببینید بچه ها چقدر تفاوت حتی مفهومی هستش بین گزینه‌ها. گزینه خیلی جالبیه ها، تا حالا تو کنکور اینجوری مثلا گزینه مطرح نکرده بودن. ببین years خودش اصلا یه اسم جمعه، مثلا difference، بعد thousand مثلا یه واحد دیگه، heart attacks باز دوباره یه اسم جمع. خب این خیلی باحاله دیگه. ببین الان آخریه رو میگه مثلا who undergo heart attacks and 1036 جای خالی. خب من باید بگم 136 چی؟ was the number of women suffering from the same medical situation. وقتی که داره اینور صحبت میکنه که میگه and 136 فلان، شما قبلش رو نگاه بکنی، اینجا داره میگه 424 هزار مردها و 136 هزار تاشون was the number of women suffering from the same medical situation. پس میخواد بگم همون هزار. ببین سوال خیلی راحت یا، ولی خب بسیار هم گولزننده است، میتونه گولزننده باشه. بریم سراغ متنها، مستقیما سراغ سوال. سوال 93 was the best title. تایتل میخواد از همون دیگه، همون سوالی که شر شد تو کنکور 1400 اشتباه زده بودن خیلی ها. خب من اگر بخوام تاپیکو الان مشخص کنم، چند تا پاراگراف دارم، این یه پاراگرافم، جمله اولشو مشخص کنم بخونم بریم ببینیم به کجا میرسیم. A team of social psychologists، یه تیم از روانشناسان اجتماعی has spent 6 سال صرف کردن studying reactions، ریاکشن های مردم در شهرهای around the world رو، اوکی، in different situations. The researcher who did the study say it has got more to do with environment than culture or nationality. میگه که محقق که انجام داد این استادیو گفتش که این بیشتر به محیط بستگی داره تا به کالچرشون، به فرهنگشون. چی بیشتر؟ همون بحث دوستی و اینها دیگه. و توی این پاراگراف هم داره میگه however richer cities، شهرهای فلانی مثل امستردام and New York are considered the least friendly، یعنی خیلی کمتر. خیلی خوب، این شهرها خیلی کمتر در واقع صمیمی در نظر گرفته شدند. محققم که اینجا گفت اصلا به محیط ربط داره، به فرهنگ ربط نداره، than culture or nationality. و این ورم که داره میگه که a team of okay شروع کردن reaction رو توی شهرهای around the world different situations. خب خیلی ها به اشتباه گزینه 3 رو انتخاب کرده بودن، پاسخ میشه گزینه 1. چرا؟ The world's friendliest cities، درباره شهرها داره صحبت میکنه، این نکته اول. دومیه میگه روانشناسی friendly people. چهار، friendliness a common human behavior، یک رفتار کامن انسانی که ربطی نداشت به اینهایی که خوندیم. اما 3 چرا نمیشه؟ میگه friendliness in different cultures، در حالی که توی پاراگراف 2 شما خوندید نوشته بود اصلا friendliness به environment ربط داره، دن بیشتر به environment ربط داره نسبت به اینکه به culture ربط داشته باشه. بس اصلا چه ربطی به culture داره که من بخوام بگم friendliness در فرهنگ های مختلف؟ یعنی از همون هم خیلی راحت میشد فهمید. من نمیدونم واقعا چرا بسیاری از همکاران و معلم ها اشتباه کرده بودند و گزینه 3 رو انتخاب کرده بودند. بس گزینه 1 میشد the worst friend یا series، که شما series رو الان اینجا میتونید ببینید، شما توی پاراگراف اول میتونید ببینید، و توی پاراگراف دومم که فقط نوشته بود که آره این friendliness به اون محیطشون به هر حال بستگی داره، یعنی محیط شهرها، نه به فرهنگشون. سوال بعدی رو ببینید بچه ها، میگه که according to the passage، اوکی بر طبق متن، if you are unable to see what need help، و به کمک احتیاج داشته باشید و نمیتونید ببینید، where are you the least likely to get help، اون جایی که شما هستید کمترین احتمال هست که به شما کمک بکنند، when you need it، وقتی که شما احتیاج دارید. بچه منظورش اینه که مثلا اگر شما یه جایی باشید که به کمک احتیاج داشته باشید، حالا به عنوان یه فرد نابینا، کجا کمترین جایی هست که به شما کمک میکنه، یعنی احتمالش خیلی کمه. در واقع منظورش اینه که مثلا کمتر فرندلی هستن. خب بچه توی پاراگراف آخر همین الان ما خوندیم که دو تا شهر بود که نوشته بود که خیلی کمتر بودن، یعنی در واقع نیویورک بودن و امستردام دیگه. بعد حالا درباره این دو تا نوشته که ببین، میگه که inhabitants of Amsterdam، یعنی ساکنین امستردام، کمک کردن به محققان 53%
of cases and New York just 44%. پس نیویورک کمترین جایی هست که در واقع کمک میکنن. آره اونجا 44% کمک کردن فقط. پس نیویورک رو براش من انتخاب میکنم. سوال خیلی قشنگی بود ها، ولی شما باید سوال رو کامل متوجه میشدید. میگه کدوم شهر اون جایی هست؟ ببین میگه the least likely، احتمال خیلی کمتری که شما کمک دریافت بکنی. منظورش اینه که کدوم شهر بود که خیلی کمک نمیکنن، یعنی درصدش خیلی پایین بود که رفتیم اون توگراف سدید. میگه ایت به کی داره اشاره میکنه؟ این رو هم بچه‌ها ما خوندیم، یعنی ببین همین جایی که الان داشتیم توی این جمله کار میکردیم ما اینو خوندیم. اینا ایت خط کشیده زیرش، میگه این به کی داره اشاره میکنه. خب میگه the researcher who did the study say it has got more to do with the environment. اون یعنی چی؟ اون یعنی همین دوستی که اینور داره درباره صحبت میکنه. میگه کدوم شهرها در واقع فلندیل هستن؟ بعد اینجا داره میگه که محققه فهمید در این که اون بیشتر مربوط به انوایرنمنت هست تا این که به فرهنگ و اینها باشه. یعنی چی؟ اون دوستی. خب پس برای این هم فرندلینس رو انتخاب میکنیم. و the passage provides enough information to answer which of the following questions. میگه که اینهایی که الان اینجا مطرح شدن، شما فکر میکنید که متن، میدونید که بچه ها این سوال، من به هر کدوم از این سوالات بتونم با استفاده از متن جواب بدم، یا اینطوری بگم جوابشو توی متن ببینم همون میشه جواب ما. چون میگه the passage provides enough information to answer which of the following questions. یعنی الان من باید ببینم که کدوم یکی از این سوالات رو توی متن میتونم جواب بدم. میگه how did researchers manage to measure people's wealth. میگه که چطوری این محققان مدیریت کردن که اندازه‌گیری بکنند ثروت مردم رو در شهرهایی که مطالعه شد. در که بچه‌ها اصلا هیچ ربطی به ثروت واقعا نداشت. آره what method did the researchers use to collect data or data for their experiment. یعنی از چه متدی استفاده کردند تو کلکت که جمع‌آوری بکنند آزمایشاتشون رو. و how many cities were excluded from the study reported in the passage. میگه که چند تا شهر were excluded، یعنی استنباط شد بیرون اومد از حالا این اون استادی ریپورت شده، در حالی که بچه ها توی استادی اصلا حرفی از شهرها نبرده بود که. و what kind of people are more likely to get to help they ask for. میگه چه نوع مردمی احتمالش بیشتر بود که کمک بکنن. خب بریم اینا رو الان چک بکنیم که حالا من گفتم نیورد. شما اگه دقت بکنید ببین اینجا داره میگه the study concludes that people are more helpful in cities with a more relaxed way of life فلان از ریو. بعد حالا اونجا چی نوشته بود؟ نوشته بود که ما میتونیم پاسخ بدیم که چند تا شهر، کو چند تا شهر، فقط داره اینجا میگه مثل مثلا ریو، همین فقط یه دونه شهر رو اومده ذکر کرد، اما از همه شهرها که حرف نزده، تعدادشون رو نگفته که. یا اونجا اون یکی مثلا گزینه چهارمیه، اینجا داره به من میگه what kind of people، چه نوع افرادی. کجای این متن الان شما اگر نگاه بندازید، فایلو دارید میبینید، متن الان هستشون رو جلوتون، کجای این متن نوشته چه نوع افرادی بهتر یا بیشتر کمک میکنه. اما اگه دقت بکنید درباره این که چی کار کردن و چه مدلی انجام دادند متن اومده حرف زده. اینجا داره میگه که در واقع toward strangers میگه توی 23 تا شهر around the world انجام شد. The team میبینی countered the research through a series of tests where they dropped pens فلان or printed they. اصلا داره مدل و اون شرایط جمع‌آوری دیتا رو داره میگه بهمون بچه‌ها. پس من به این سوال میتونستم جواب بدم. البته اینم میتونست یه ذره سوال گیج کننده ای باشه براتون، چون مستقیما خیلی از خود اطلاعات متن انگاری مطرح نکرده. مثلا اومده درباره حالا اون متد یا روشی که اونا انجام داده بودن مطرح کرده که میتونه یه ذره برامون سخت باشه. این از متن اولش. بریم متن بعدی رو ببینیم باز دوباره. سوال اول what is the primarily purpose of the passage. primary purpose یعنی هدف اصلی این متن چیه. خب بریم نگاه بندازیم ببینیم که درباره چی داشت صحبت می‌کرد. سه تا پاراگراف هم داره. اولیه رو ببین.
What's the most useful way of learning a language? میگه بهترین یا مفیدترین روش یادگیری زبان چیه؟ توی پاراگراف دوم داره میگه که some of the clearest evidence has come through the research into reading. میگه که یه روشش این که شما از طریق reading انجام بدی اینو. To prove this, برای اثبات این, he gave students book from a series called فلان و these are popular book. خیلی میگه که هدف اصلی مد چیه؟ To introduce a research and his recent finding. یعنی یک تحقیق مطرح کرده و یافته های اخیرش اومده گفته بچه. برای اینکه اثبات بکنه این accuracy یعنی عدم دقت حالا در واقع commonly held view رو اون طرز فکری که الان هست. To answer a question related to learning a language و to describe one of the most important research findings. برای اینکه توصیف بکنه یکی از مهمترین یافته‌های تحقیقاتی. خب بچه‌ها وقتی توی همون پاراگراف اول سوال داره مطرح می‌کنه میگه بهترین روش برای یادگیری زبان چیه، خودش هم داره میگه فقط اومده جواب بده به این که چه روشی میتونه حالا بهترین روش باشه بر اساس سه تا جمله‌ای که من خوندم توی پاراگراف ها. It can be concluded میتونه نتیجه‌گیری بشه از متن که people who took part in Crashen's study. ببینیم مردمی که بچه‌ها توی استادی کراشن شرکت کرده بودند چی بوده داستانشون. اینها داره میگه که اینجا استفن دی کراشن a well known second language researcher decided to look. اوکی چیکار کرد؟ گرامر تست. He discovered that they did better than people who went on courses and wasn't. خب important what books they read و برشون اصلا مهم نیست که چه کتابی دارن میخونن، از این افراد استفاده کرد. خب اینجا هم داره میگه که مردمی که شرکت کرد، بچه ها توک پارتی میدونید چه شرکت کردن دیگه، یعنی مساویه با participate هست یا attend. اینها یعنی شرکت کردن، شرکت کردن توی آزمایش کراشن. بس spoke English as a native language. نه اونجا نوشته بود فقط به زبان علاقه داره، یعنی مهم نیست برشون چی دارن میخونن. Had already learned a second language fully. یعنی کاملا قبلا یاد گرفته بودند second language رو. نه Like to read books with a high literacy quality. اصلا اونجا نوشته بود برشون مهم نیست که چی دارن میخونن. Were interested in reading and for an... آها فقط علاقه مند بودند که یه سری کتاب ها رو بخونن. و سلام بعدی رو ببین. Why has the author mentioned چرا نویسنده اینو ذکر کرده؟ A separate case study in paragraph 3. بچه ها ببینیم که واسه چی اینو ذکر کرده. To argue that reading is useful. To show that practice in reading affects one progress in فلان. To prove that giving learners practice in writing is as effective as فلان. و to conclude that writing in a foreign language can make people. خیلی خوب بچه ها پس من برم اول اینو پیدا بکنم، این separate case study رو توی پاراگراف سوم گفتش که اومده نوشته برامون. نه خب اگه دقت بکنید میگه این separate case study. A girl یه دختر بهبود داد، بهبود بخشید در واقع رایتینگش را. So much that اونقدر که her angry teacher accused her of copying. یعنی در واقع بهش گفت که تو رفتی کپی کردی. Accuse یعنی بهونه آورد و در واقع عذرشو خواست، گفت که تو همچین کاری کردی. The only explanation تنها توضیحی که she had was که اون دختره داشت was بود این که she started reading regularly. او فقط شروع کرده بود به طور منظم متن میخوند. پس توی این داره میگه که وقتی که اون داره میخونه متن، من فکر میکنم این گزینه میشه الان دیگه بچه ها. To show that practice in reading affects one's progress in other language related areas. یعنی میگه که تو اگر تمرین بکنی توی ریدینگ، که اونجا گفتش که فقط ریدینگ خونده بود، این میتونه تحت تاثیر قرار بده، یعنی باعث پیشرفت بشه، پروگرس که اونجا هم نوشته بود improve، توی یک حوزه مربوط دیگه به زبان. یعنی در حوزه های دیگه هم این قضیه میتونه به تو کمک بکنه. تو اگر منظم ریدینگ بخونی، این ریدینگ میتونه حتی گرامر تو رو هم بهبود ببخشه. و بعدیو ببین دسته آخر کنکور هنر بچه‌ها. Which of the following statement is supported by the passage. بچه‌ها وقتی اینو داره میگه منظورش اینه که کدوم یکی از این گزینه‌ها در متن
ذکر شده، یعنی هست و متن اصلا درباره‌اش صحبت کرده، همچین موضوعی تو متن هست. If second learner find something fun to do in each of four language skills, they soon realize that reading is the most enjoyable language. میگه که اگر second language learner ها، یعنی اونهایی که دارن زبان دوم یاد میگیرن، find something fun باشه براشون در هر چهار تا مهارت، اونا به زودی تشخیص میدن که ریدینگ از همش بهتره. همچین چیزی رو شما الان بگردی توی متن نیست. language learner learn best، بهتر یاد میگیرن وقتی که معلماشون تمرکز کنن روی basic language skills. الان همینجا تیکه آخر بچه ها گفتش که فرد خودش هم اگر همینطوری به ریدینگ بخونه، تازه معلمه اون گیر داده بود، اصلا معلمه چیزی بهش یاد نداده بود. ببین حواستون باشه دیگه، استفاده کنید. مردم میتونن یاد بگیرن یک زبان رو سریع‌تر اگر و تنها اگر اونها متن‌هایی بخونن از often as possible. یعنی مردم یه مطلب رو فقط یک زبان رو سریع‌تر یاد میگیرن اگر فقط این کار رو بکنن. نگهش میدارم. چهارمیه. The best strategy to follow to learn a language may vary from person to person. میگه که استراتژی توی یادگیری زبان ممکنه از فردی با فرد دیگه متفاوت باشه. بچه ها اینو منطقی هم شما میتونستید انتخاب کنید. اما گزینه سه میگه یه فرد میتونه زبان رو سریع‌تر یاد بگیره اگر، یعنی تنها راهش همینه. اینجایی که نوشته if and only if، اگر و تنها اگر اون متن‌هایی رو هر چقدر که میتونه بخونه. نه این خوبه هست، ولی نه فقط تنها راه یادگیری زبان این باشه. ولی چهارمیه اوکیه، میگه بهترین استراتژی که شما در واقع باید فالو بکنی که یاد بگیرید از فردی به فرد دیگه متفاوته، هر کی یه جوریه دیگه، که توی همون لفظ اول پاراگراف اول هم این قضیه رو ما خوندیم که جواب فهم می‌کنی که بهترین روش چیه. حالا خب فرق میکنه، نمیدونم حالا مثلا توی مطالعه کراشن همچین چیزی گفته شده بود، توی آخر هم گفتش که یه فردی که متن همینجوری همش میخونه ممکنه مثلا گرامر بهتری باشه، ممکنه یه فردی یه جور دیگه زبان یاد بگیره، پس فرق میکنه از فردی به فرد. خیلی خب بچه‌ها، اینم از سوالات هنرمون. من فکر میکنم که شما اگر همین کنکورها رو ببینید رفته رفته متوجه میشید که سوالات زبان رو چطوری باید باهاشون رفتار کرد و برخورد کرد. ما اینجا الان داریم دیگه مدل‌های مختلف تحلیل رو به شما میگیم و فقط میگیم که تو به چی باید نگاه بکنی. همیشه هم همین مدلی. برو چرا با تحلیل بعدی هم دوباره با من همراه باشید. فعلا خداحافظ.